جنگ گرگ ها و عواقب شکست ولی فقیه ارتجاع در مهندسی انتخابات آخوندی، اختیار ارگان خامنه‌ای به نمایندگان مجلس رژیم برای ندادن رأی اعتماد به وزرای روحانی. نماینده خامنه‌ای: به جرأت و بدون کمترین تردیدی میتوان گفت که اگر خدای نخواسته، نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود به اصحاب فتنه اجازه حضور در کابینه را بدهند، مرتکب خیانت به نظام شدند. در رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، پای اسلام و انقلاب و نظام در میان است. ولی فقیه ارتجا که در باطلاق بحرانها و پیامدهای شکست مهندسیش در نمایش انتخابات دست و پا می زند، علاوه بر اخطارهایش به آخوند روحانی، برای نمایندگان در مجلس ارتجا نیز از طریق پاسدار شریعت مداری نمایندش در کیهان خط و نشان می کشد و دادن رأی اعتماد به برخی وزرای آخوند روحانی را خیانت به نظام اعلام کرده است. حسین شریعت مداری در سرمقاله کیهان چهارشنبه 9 مرداد نوشت: با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد موجود میتوان حد زد که روحانی در انتخاب گزینه ها از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران به شدت تحت فشار بوده است. احساس می شود رئیس جمهور جدید در انتخاب اعضای کابینه خود با مجموعی از فشارها، انتظارها و رودربایستیها روبرو بوده است و برای خروج از این چنبره دست کمک به سوی مجلس دراز کرده است. زیرا حضور برخی از گزینه‌ها در فهرست اعضای کابینه روحانی با مواضع بارها اعلام شده ایشان نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در تضاد و تناقض نیز هست. رئیس جمهور جدید فتنه 88 را خیانت به نظام می دانند. در فتنه 78 نیز روحانی از فتنگران با عنوان اراذل و اوباش یاد کرده بود. لذا بسیار بعید و غیر قابل قبول خواهد بود اگر تصور شود که روحانی با میل و رغبت خود به حضور وطن فروشان در کابینه خیش تن داده باشد. کیهان خامنه‌ای خطاب نمایندگان مجلس ارتجاع تصریح می کند: و اما اکنون نوبت مجلس و نمایندگان است که به وظیفه خود عمل کنند و کابینه دولت جدید را از حضور اصحاب وطن فروش پاکسازی کرده و از این طریق علاوه بر کمک به رئیس جمهور جدید، دستهای آلوده را که در پوشش اصحاب فتنه به سوی کابینه جدید دراز شده است با قاطعیت قطع کنند. به جرأت و بدون کمترین تردیدی میتوان گفت که اگر خدای نخواسته، نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود به اصحاب وطن فروش و نانجیب فتنه اجازه حضور در کابینه را بدهند، نه فقط اقدامی در حد و اندازه غفلت، بلکه مرتکب خیانت به نظام شدند. آیا غیر از این است؟ پاسدار شریعت مداری که پیشتر نیز ترکیب کابینه آخوند روحانی را نقطه استراتژیک توصیف کرده بود، ضمن برملا کردن جدال و به هم ریختگی در درون باند خامنه‌ای به آنها هشدار می‌دهد: در رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، پای اسلام و انقلاب و نظام در میان است و این وظیفه خطیر نباید تحت شعاع برخی از خط‌کشی‌ها و دستبندی‌های موجود در میان نمایندگان مجلس قرار بگیرد. نماینده خامنه‌ای در کیهان در دستورالعمل به نمایندگان مجلس ارتجاع حقنی می‌کند که اگرچه بعید نیست به ظاهر و بنا به مصالحی روحانی نسبت به عدم حضور آنها در کابینه خیش ابراز ناخرسندی کند، ولی رأی عدم اعتماد به آنها را هدیه‌ای گره‌گشا از سوی مجلس تلقی می‌کند که راه را برای خدمت بیشتر ایشان هموارتر خواهد کرد. حمله شدید ارگان خامنه‌ای به رفسنجانی: آیا نقش‌آفرینی توأم با هیجان ایشان در پروژه آشوب طراحی شده از سوی بیگانگان توجه به رأی و خواست مردم بود؟ در دولت رفسنجانی همه سفرای اروپایی یک جا با قهر ایران را ترک کردند و دادگاه آلمانی علیه هاشمی حکم دخالت در ترور صادر کرد. ارگان ولی فقیه ارتجاع در پاسخ به اظهارات اخیر رفسنجانی که خامنه‌ای را به زهر خوردن و تن دادن به عواقب
و نتایج شکست مهندسی انتخابات دعوت کرده بود، نوشت: آخرین اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار شماری از نمایندگان مجلس حکم علیه عملکرد خیش است. وی با یادآوری جمله رهبری در روز انتخابات که رأی مردم حق و ناس است گفت: این جمله فقط برای روز انتخابات نبود، به روزهای قبل از آن و بعد از آن هم مربوط می شد. هاشمی در این دیدار توضیح نداده که اولا اینکه رأی مردم حق و ناس است فقط مربوط به امسال است، یا مثلا آن 25 میلیون رأی هم که در سال 88 به رئیس جمهور آن روز داده شد و از سوی هاشمی مورد دهنکجی و اجحاف و کارشکنی و آشوب افکنی قرار گرفت نیز مشمول حق و ناس می شود؟ آیا نقش‌آفرینی توأم با هیجان ایشان در پروژه آشوب طراحی شده از سوی بیگانگان توجه به رأی و خواست مردم بود؟ ثانیاً احمدی نژاد به رغم تفاوت سلیقه سیاسی با روحانی به او تبریک گفت و به ملاقات وی رفت. آیا هاشمی هم در سال 84 به این شیوه پسندیده عمل کرد یا از ابتدا مشغول سیاه نمایی و کارشکنی شد؟ ارگان ولی فقیه ارتجا این حرف رفسنجانی را هم که برای نجات نظام باید مثل خاتمه جنگ با قبول قطعنامه ها و خوردن زهر اتمی اجماع جهانی دشمنان را به دوستی با نظام تبدیل کرد، رد کرده و به رفسنجانی گوشزد می کند که نباید دستاوردهای ناشی از جنگ کویت را به کیسه خودش بریزد. کیهان خامنه‌ای در این زمینه خطاب رفسنجانی می نویسد: حمله صدام به کویت باعث تیره شدن روابطش با بلوک غرب شد. بنابراین چرا این اتفاق را هنر سیاست خارجی دولت خود معرفی می کنند؟ مگر در همین دولت نبود که برای اولین و آخرین بار در طول 34 سال گذشته همه سفرای اروپایی یک جا با قهر ایران را ترک کردند و دادگاه آلمانی علیه هاشمی حکم دخالت در ترور صادر کرد؟ We'll be right back.